خیلی زحمت بخند یه لحظه بخند بچی؟ بخند مخواهی چیزی رو بهت نشون بدم بخند داری نگاه کن خند داری نگاه کن ببخشی ببینم چیه خب خنده چیه؟ درست نگاه کن کی اینجوری میخنده چی والا من نمیدونم مرا خواهی را دمایی بکن آخه درمشی بخندی شما خدا بیا مرزتش خدا بیا مرزتش مرده کیو داری؟ اوه راست رحمت دایی زهر مرده منظور بعد مرده اصلا قد مو اصلا مو نمیزنی ببخشی پدر جان من مزرعه میخوان امشب نگین اینجا بمونه اشکالی نداره از لحاظ شما بمونه؟ بله نمیدونم هرجو خودش میخواد خب حالا دیگه بابا اجازه میده من میمونم باشه میمونم آخ حواسم نبود من فردا ساعت 4 صبح یعنی امروز ساعت 4 صبح باید برم نونوایی رو باز کنم آخه امروز من خلیفه ام خلیفه چی اصلا بازی ها نه از همونه که اینجوری بردا اینجوری میندازه آقا اینو که خودم میدونم ول کن با بریم بیا قربان شما فرشت بمونم اینجا الان ساعت 12 دیگه درسته بابا من 2 ساعت دیگه باید برم سر کار دو ساعت دیگه حالا میخوای کاری کنی اصلا امشب چرا فردا شب بیا اینجا مشکلی نداره اصلا فردا شب زود میام ما فردا شب میام من اصلا حواسم نبود فردا شب یه کار خیلی بزرگی دارم حالا زیاد چیزام نیست میخوام اصلا من هماهنگ میکنم که شما که بابا خیلی خوب ما بریم خیلی دوست داشتم دوباره نصحت جون رو ببینم رفت خونه خواهر شوهرش آره منم خیلی دوست داشتم دوباره عمو پرویز رو ببینم آره رفت خونه خواهرش دفعه دیگه حق سلام برسون خدا ناراحت نباش میمونی حالا برو سلام خوش آمدید نصرت تو کجا رفت دیگه برمون این کی بیا تو بیا تو بیا تو با تو کار دارم بیا بریم منصوره چیه آقا فرشاد چیه ها الان بهت میگم چرا همچی میکنی آقا فرشاد این قضیه یه طلاق پدر و مادره چیه ها چیه خب آقا فرشاد 2 ساعت پس به چی داشتی گوش میکردی اگه پدر و مادر من بفهمن که پدر و مادر تو توی این سن و سال توی این موقعیت حساس میخوان از هم جداشن میان اینجا بلوا میشه از اینا بدتر تا میکنن اگه پدر بزرگ و مادر بزرگم بفهمن که خواب از سرشون میپره تو خودت اینا رو خوب میشناسی میشناسی یا نه تو انگار اصلا حالت خوب نیست نه یه مقدار سرم درد میکنه فکر کنم از خستگیه نه میدونی چیه منصوره من دیدم قضیه داره یه مقدار جدی میشه گفتم که آها
میخوای شناسنامه‌هاشونو بدم پیش تو باشه چطوره؟ بابا به من چی مربوطه؟ من فوزونم، چی کار دارم؟ خوبه. شب شما بخیر آقا جون. مخلصم. با عزتتون. چی داشت میگفت؟ هیچی بابا جون، داشت میگفت که من بابا تو خیلی دوست دارم. دخمر من کیه؟ خودم. بچه خان نکن. چی میخوادی؟ چرا شما یه جوری برخورد میکنید که انگار ما از ماجرا هیچی نمیدونیم؟ برجم ما سه تا بدونیم که عیب نداره، مهم اینا ندونن که خوابن. نرسینگ اسلی اون چی بگی؟ هیچی. خوابیده ببینی من یه راه حل پیدا کردم. خب این همه راه اومدیم فیلم ببینیم، همون تو خونه میدیدیم دیگه. عب کن ببینیم عباسی. آها خب اون کاری کردیم اومدیم. خب پرویز جون این موضوع آنتیکیت همین جواب بگو، خیال برو راحت کن. یه دقیقه صبر کنیم بریم تو مغازه بهتون میگم. حتما باید بریم تو مغازه. آره آره بریم تو. بریم. ساعت چه تنظیم کن؟ خواب بونیم دیگه. چی میگه؟ ساعت که دوه؟ ساعت دوه؟ بارو بخواب بودیم. باز کن میگه چرا در ما نمی کنی؟ بابا نوستقا این موقع دو نسی که وانیگه که چی بشه؟ خواهد تو سر تو بشه باری کلاب. برو 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 ببینم اونجا اون طرف یه عده وقتی میخوان ازدواج کنن همسراشون از تو این سایت انتخاب میکنن. حالا ما باید یه نفر انتخاب کنیم برای ازدواج سوری با پدرت. های من چقدر حولم. ما خوافه میکنی بابا اینا رو انتخاب کنی یعنی بپسنده بابا. چرا نپسنده؟ از انسی که خیلی 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 بگم. پرویز چیه؟ الان تو دستشوی همش به حرفای تو فکر میکرده. خب به خودم گفتم که نه من کسی رو که نمیشناسم اما باهاش ازدواج نمی کنم. در ضمن مگه انسی چشه که من بهش خیانت کنم؟ نه داداش من نیستم. یعنی چه بابا جان؟ بیا اینجا خودتو لوس نکن قربونت برم. تو که موقعیت منی میشناسی؟ موقعیت چه قربونت برم؟ من میگم یه ازدواج سوریه، یه سال اونجا میمونی، اقامت که گرفتی اگه تو طلاق ندی زن خودش ازت طلاق میگیره. همون شد رفت. بچه بابا همون دیده دیگه، اصلا میدونه که داره میگه دیگه. بیا حالا که جدیدش رو باز کردید یه دونه بسازش رو یه کم خرجش رو متین هم باشه بعد نیست. آها بیا بابا بیا ببین این سن سالش به شما میخوره. آه اون چیه همه تو خیابون همه شندن نه خونه داره. بعدی رو بیا بعدی رو. اسم شب
جعفر جعفر بلنش منم فرشاد بابا بلنش بینم جعفر ببین محمود و منصور و محسود و آقا پرویز و آقا نصرت نیستن کجا رفتن نون کاپیت کزا دیچه درست حرف بزن میگم کجا رفتن نمیدونم ای کلو شاید هموم رفتن همه با هم آره چی آره کجا رفتن زیو زیو چیکار داری ولش کن بذار بخوابه زیو بذار بخوابه ولش کن زیو غلام بذار بخوابه زیو غلام زیو غلام چته چه مرگته تو چته چرا این کارو میکنی با من اول اون پرتوس پنتو کن نسه نون کاپیتو کوزادیچه چه کوزادیچه تپی مرگته بزچه نون کاپیتو کوزادیچه تو چی هستی؟ دایی منم بچه تو اینجا چی کار فرق شده توی چیه من؟ اینجا چی کار میکنی؟ خجالت میکنی؟ اونو بیدار میکنی؟ اونو بیدار میکنی؟ آخه چه مرگت تو؟ چرا این کاری میکنی؟ انسی به من گفت یه کلا برداری ها مافی هم کاری ها دیر میکنی یه موجبی یه چیزی یه چیزی یه بو برده بودن دایی آره بو برده بودن من میدونستم این چه کاریه؟ باید تو فروختن جنسه ای تایلند به من کمک کنی وگرنه حالا اونو بدش کن چرا نصفش بیداره من میکنی؟ این چی میگه؟ این چی نمیگه من گفتم کجا رفتم دیگه قضیه حل برو بگی بخواب برو بگی بخواب برو بگی بخواب با اون کچلی خواب بیدار کن بده بشاش نگیم باشه برو برو بگی بخواب دیگه بیدار نکن سپت یه دو پتی کپه مرگت تره اسم شب بلمون نمی کنن خجالت هم نمی کشن نمی زرن یه دقیقه بخوابیم مگه نمی دونن خواب من سباکه پرویز آقا جون نصرت محمود مسعود منصور منصوره چیه اینه رویو میای بیرون تستم چه خبرت خونه گوشی رو سرت ببینم این جولی جونو مامانم خوابیدن بعد از این هم مدت هم نمیدونی خواب من سبوکه آقا فرشاد آخه محمود و مسعود و منصور و آقا جون هم پرویز نیستن چیه؟ چیه؟ موهاد یه جوری نشده؟ نه اصلا اصلا چرا یه جوری شده؟ نه نه هیچی هیچی نه نه بچه نه نه یه خود بعد خوابیدم اینجوری شکسته فکر کنن خب زود باش درستش کن الان مامانم ببینه دوباره گیر میده خیلی خوب چیه مادر؟ چیه؟ چرا پریشونه ها؟ نه دیدی؟ چرا دیگه مادر پریشونه دیگه نه، چی شده؟ نه مادر نگرانم یه خود نگرانم بس چی؟ آخه محمود و مسعود و منصور و عمو پرویز و آقا جون نیستن دیگه نیستن نداره که مادر سنتی و پنج صبح باید درن دکون باشن و فانتزی نیستی که 11 صبح تو سکر کنار بدم بالا مامان مامان نداره که فانتزی تا لنگ زور میخوابن دیگه نمیخوابیم مگه چرا ولی آخه چیز الان ساعت 2:30 مادر نه 2:30 چیه پنج اه چرا ساعت 2:30 این بس که باتریش تموم شده اه نه مامان درست ساعت 2:30 2:30 بله من که گفتم همه جا رو گشتم هیچ کی نیست خب پس غلام کو دایی غلام خواب خوابه چه بزه بیدار مادر خوابه مادر بولا داداش انسی 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 خوبی لسه تا بچه ها گم شدن آقا من نمیفهمم حالا که باباتون همسرش انتخاب کرده شماها دارین این قرت میای آقا اصلا چرا بابا بره خارج؟ مثلا تو یه چیزی بگو. راست میگم دیگه، راست میگه دیگه. آخه بونش بره اون بره زن بچه‌ش اینجا تنها بذاره. راست میگه واقعا. تموم شد. آقا من میگم اصلا منو مسعود بلند بشیم میریم اونجا. تموم شد رفت. بله. منو مسعود میریم اونجا. تموم شد رفت. بله. آقا منو مسعود تموم شد. بابا بذار حرفمو بزنم دیگه. آقا من میگم منو مسعود بلند بشیم میریم اونجا، میریم دانشگاه، ازدواج میکنیم، بالاخره اقامت میگیریم، همتون میکشینیم اونور. لازم نگرده شما دو تا برید خارج.
شما برید اونجا جفتتون با هم منحرف میشید. من شما رو میشناسم. پدر جان شما هم نرفته منحرف شدین که این چه زنیه برای خودتون انتخاب کردین؟ ای بابا همه کارمون شده بچه بازی. بابا مامان بفهمه داغون میشه. مثلا تو یه چیزی بگو. عزیز من سوریه. پرویزم خودش گفت سوریه. من دارم ازدواج سوری میکنم و الا یه موی گندیده مادر دوست به سی تا اینا نمیدم. اگه اینطوری اگه اینطوریه چرا اون سیاپوسته رو انتخاب نکردین؟ سیاپوسته؟ سیاپوسته چیزیش نبود، خیلی هم خوب بود. منتها من از بچگی از تاریکی میترسیدم، اینی که نخواستم. حالا اون هیچی، اون مرده که بعدا فهمیدیم زنه هم که سیبیل داشته رو اون رو انتخاب نکردیم؟ خفه شد دیگه. بعد صبح دوی غلامه به منصورت به فرشاده از خونه است. ما رو باش. آخه کجایی؟ بدون اجازه خودتی؟ بابا چرا اضافه میکنی دو نیمه صبح بلند شدی رفتی اونجا؟ مسعود اونجاست؟ محمود چی؟ منصورم اونجاه؟ اون وقت خودت چی؟ خودت هم الان اونجایی؟ خانم جون وقتی بچه ها تو نونوایی هم خب معلومه من کجا؟ مادر جان بابا داره زن تو از بچگی در الان میرم حضوری بهش میگم حضوری بهش میگم میکشم 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 آخه تو نفهمی هیچ کار کردم. اینا الان همه رو بینا به خونه میگن. آبروی سیاست من میره. من میرم جلوش رو میگیرم. آقا مسعود، آقا مسعود سلام. استامون گفته بود 40 تا نون بزنه این زدین آماده است من با این وانتم ببرم. یعنی چی نه؟ کبابی که بدون نون بمونه درش باید تخته کرد. سر کارمون گذاشتین آقا اینو ول معطر کنگر خوردین لنگر انداختین گرفتین نشستین اینجا واسه چی؟ ها با تو هم هستم ها، با تو هم آقای بامرام، با تو هم هستم، با تو هم هستم. سر کارمون گذاشتین باشین کار کنین دیگه. من سنگک میخوام الان جواب استامو چی بدم؟ خیر سرم فقط یه روز. نصرت خان آروم باش تو چرا اینقدر هولی؟ آقای محترم ساعت چنده الان؟ نه به من بگو ساعت چنده. تن رو الان نمیبینی، کوری نمیبینی، پخ نداریم. کبابی که ساعت 12 بالا میشه میاد نون میبره، بعد درش تخته میکنم. فهمیدی؟ برو پیش عمو نورسادی هم بهش بگو. برو ببینم. نمیشه فقط یه دونه نون بدین بینا. برو اونجا بردار. برو شام اونجا بذار. سلام میزنی برو شام گذاشتم اینجا. اون گوجاش. چیکارش داشتی تفلک؟ خب بابا اون داره میری زن میگیری داره نخ تعیین میکنه این وسط. خب به این بدبخت چه ربطی داری؟ چرا اینو میزنی؟ بابا مادرمون داره بدبخت میشه. من حق ندارم قاطی بکنم، حق ندارم داد بزنم. من که میدونم شما دوتا دلتون واسه مامان نمیسوزه. فکر کنی ما مثل تو بیرگیم؟ داش ما حاضر من تو بیابون زندگی کنم، برم تو روستا زندگی کنم، برم تو چوب زندگی کنم، حاضر من لای چرز دیوار ولی هوا نه همون نه بالا سر مادرم. آروم هم دیگه ول کن دیگه شل کن برکن. آقا من میگم اصلا این حرفا رو ولش بکنی به یه فکر بهتری داشته باشی. آها دقیقا من یه فکری دارم. آها بگو. من میگم جریان به مامان بگیم. سلامت
نه 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 خب بعد میشه بابا بفهمه اون وقت اصلا کلاه رو خارج رفتن اون کنسل میشه. آه من یه فکر خیلی بهتر. آها بگو. بچه ها زفر رو من شده که میدین قبله من رو بشه دیگه بخواهم استفاده کنم خسته هم دیگه. آقا کشمش مشمش همو نخورین دیگه. آقا میگه کشمش مشمش هاشو نخورین. کشمش مشمش هاتو گوشت اینجا بسه خوردن دیگه. کشمش مشمش همو گذاشتم بسه فروش خوش یه حقا کشمش نکنیم بذاریم بخورم دیگه بخواهم استفاده کنم خسته هم دیگه. آقا راست میگه دیگه کشمش مشمش هاشو ول کن فکرتو بگو. نصرت جون دستت درد نکنه عجب کبابی حال کرد حال کرد راست میگه فرمیز نوش جونه گوش کن حالا دفعه دیگه میخوام ببرم یه جایی آبگوشت بزباش بهت بدم بزنی تو رگ حالشو ببری دستت درد نکنه اما این دفعه من پول غذا رو نه نه همش من تو مهمون من نه با این حرفا چیه اصلا نصرت اون برا دو نفر آدم سه نفر آدم دا هم میرم بیرونه هر چقدر خرج میشه آخر سر میگن دنگی و دونگی زیادم خوب نیست ما عادت داریم دست تو جیب کنیم اون برای اینجوریه آره. بابا این که خیلی زاید آره من چجوری به زنم بگم که ازم روم نمیشه بهش بگم دونگیته بده من خب زنت بچه اونجاست فرهنگ اونجا رو وارده نه قربونت برم زن فرنگیه رو نمیگم که انسی رو میگم میگم راستی پرویز من چجوری این انسی رو راضی کنم که زن فرهنگی بگیرم بس چی میخوای بگی؟ باید بهش بگم دیگه باید بهش بگم که برای سلام مصلحت خودشون دارم این خفت رو قبول میکنم خفت داداش خفته آقا جان لازم نکرده بگو میخوام برم اونجا یه مدتی باید کار کنم کار دارم یه سالی باید بدوم بعد کار پیدا کنم یه سالی کار کنم تازه اقامت بگیرم خب به همین راحتی اون وقت انسی از من نمیپرسه تو یه سال کار کردن چجوری تونستی اقامت بگیری؟ خب میپرسی آقا جان بهش میگی که خوب کار کردم تشویقی بهم اقامت دائم بدن کاری نداره؟ تشویقی؟ اقامت تشویقی تا حالا نشنیده بودم نه پروی جون من تا حالا به انسی دروغ نگفتم الانش هم نمیخوام دروغ بگم آقا جان این یه دروغ مصلحت آمیزه به خاطر آینده بچه ها پروی جون من با دروغ با آج جان چی میگی تو مثلا بهش میگم که من دارم ازدواج سوری میکنم همین آقا جان قبول نمیکنه عمرن باشو بابا میاد به تو که مگه من خواهد مغازه من تو ما نوسفخانه منصور یا که چه روی داره برای شما ببینم اون علسته باش باشو ببینم باشو برنشو ببینم اوه یه چطوری وقتی بچه ها سلام جاتون خالی جاتون خالی که عجب کبابی خورد جاتون خالی البته آقا نصرت خجالت من داد آره مهمونیش کردم که خجالت بکشه این چرا اینجا تلف شده؟ چی بهش بده؟ پشو 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 برو 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 دیگه این ابراهیم هم خودش یه موزه مردم شناسیه ها آجا ما دستمون اینجوری بود نمیتونستیم کباب بخوریم تو این کم سیه؟ بیا این پرویز ها نباید میگفتی دیگه مرد اسمی من کجا بدونم بچه های تو تام آرزو هم پدر من ما غذا از گلو نمیری پایین بعد شما رو بلند شدید رفته سیخ سیخ کباب خوردید اما شد نه تو هم غذا نخوردید نه رو پاره از کجا آوردید بده بیا چی خورده اینو یکی عباس و ابراهیم خوردن با لب نزدید شما خوردید من دهن نزدم تو میخوری بفرما تموم شد نه بذار من بذار من کت تو در بیارم کمک کنم در بیارم بذار من برم کجا میری من چقدر حولم من دارم میرم بیرون میخواد غلط میکنی میخواد بری تئاتر بزن نه با تئاتر کجا و شما دقت کن به لباسای من این لباس تئاتره من دارم میرم بغل اب برو زود بیا خود ببینم آش نه نه بکنی ابراهیم جان بلند شو برو دو تا آب میوه بخر عمو پرویز اینا دهنشون خوش شده ناجوره پول ندارم که بد میدم دیگه بلند شو نمیدیم اون دفعه عجب پول دادی بد میدم عزیزم بلند شو برو دیگه عوض آقا
عباس ها عباس آقا نوکرم چیکار کنم؟ چیه چی بخوای محمود؟ من اینجا چیزی ندارم که هر چی من اینجا دارم اون مسئول بیشغور دو برابرش رو برده. چرا شاکی میشی؟ مسئول که هیکل به این قشنگی نره دنبل نره. موات خیلی موات. موات که اینجوری موات. محمود من اعصاب ندارم دنبل میچونم تو اون حلقه تا. خب ای بابا ولم کن دیگه. اون دخل و حسابشو دارم. آقا من چیکار به دخل دارم؟ چرا بهتو میزنی؟ چی میخوای؟ بابا منم یه تلفن بزنم. بیا برو ببینیم بابا. من یه باجه است. تلفن بزنم. کارو باحال بکنم. چه کاری باحالی؟ من میخوام اینجا زنگ بزنم به گوشی مسعود، مسعود سر کار بذاره. خب احمق شمرت میفته که. خب عقل کل، من که زنگ نمیزنم به گوشی مسعود، من زنگ میزنم به مغازه. بذار که من حرف بزنم. آخه تو که صدا تابلو که نمیتونی که. من خودم آخر این حرفام، بگو چی باید بگم. ببین تو باید الان زنگ بزنی که ما زنگ میزنیم اونجا، یعنی که مسعود که گوشی برداش بهش میگه که ما از یه جا زنگ میزنیم شما استخدام شدی. بعد وای چقدر هونه. خب هون نباش بگو. آره بعد بهش میگه شما استخدام شدی، باید بلند شی بری فلان جا. بعد یه آدرس پرتم بهش میگه، یه جای خیلی دور و ناجور دیگه. من دیوونه کارو بگیر بگیر من. یه دست به موهات بزنم. بگیر من دیگه. حالا خراب نکن. بده من گوشی. چیز نگیو. اما با من کار دارم. از کجا معلومه با تو کار دارم؟ بله بفرمی. بله سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. با آقای مسعود عشقی میخواستم صحبت کنم. از شرکت ماهو چمن. از شرکت ماهو چمن. از شرکت ماهو چمن مزاحمتون میشم. بله خانم گوشی خدمتون. مسعود یه با تو کار دارم. یه خانومه میگه از شرکت نمونم چی در چمن تماس. من خدمتتون عرض کردم با من کار دارم. خویتی ببین باز این وحیده زنگ زد میخوای از زیر کار در بری؟ بابا میگه خانومه. ببین من از تو خیلی زرنگ کردم. الو. الو سلام. بابا 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 درست میشه پسر؟ بفرمایید. ببخشید من خواستم با خود آقای مسعود عشقی صحبت کنم نه پدرشون. تو از کجا پدرشه؟ شما از کجا فهمیدید من پدرشم؟ خب خیلی تابلوه از وجناتتون از سکناتتون. حالا هرکی با شما صحبت کنه خیلی تابلوش با پدر آقا مسعودیم. این تون صدای مردونتون. بیا با تو کار دارم. بله من خدمت مرسیم. سلام آمون استاد. سلام آقا پرویز. چطوری مسعود؟ سلام وحید خان. چیه این طرفا؟ اومدم یه سر به مسعود بزنم. وحید خان مسعود امروز خیلی کار داره. نباشی برا برا در بند. نه بابا خیالتون راحت باشه جایی نمیریم. آره گفته باشم. کوهسار برف زهر مار چیه طبیعیه؟ ببخشید من میرسم خدمتتون. ببخشید خدا نگهدار. از شما کار پیدا کردی. از لیست مسافرا خط خوردی. نه بابا چی خط خورد. حالا کور بابا بره اون ور جاگیر بشه یه جایی پیدا کنه زن پیدا کنه بگیره بعدش هم اونجا بتونه اقامت بگیره. طول میکشه دیگه. توی مدت من گفتم بیکار نباشم. آره جون خوده. بله های چطوری؟ چیکار میکنی؟ آقا من میرسونی دربند. دربند قرار نبود بریم که. بابا دربند دیگه. آها خب بگو دربند دیگه. آره دیگه میری. آره دارم میرم استخدام شم خیلی خوب. بابا یعنی چی همش استخدام؟ همش استخدام همش تلفن آقا بسته دیگه. این بابای من چه گناهی کرده؟ همش دربند همش کوهستان. برو دربند این اون بایی کردی خودت داری میدم. بابا درش دیگه وایسا قشنگ فهمیدی من چی گفتم دیگه. بابا فهمیدم. حالا بهش الان موه نگران چی هستی؟ یه راننده تکرار می‌کنی. به جون خودم به جون خودت فهمیدم باید چی بگم. داداش آخه نمی‌فهمم داره تو صورتت موج می‌زنه انقدر دست من نگاه نکن. نمی‌فهمم چیه من قیافم به نفهمو می‌خوره. داداش صورت یه جوری انقباض داره زیر استرس داره. انقباض چیه استرس چیه من این صورت نمی‌برم تو خونه. وای مسعود من همه چی می‌دونم باید چی بگم. یه جوری دیگه باش. اگه صورت داری انقباض در بیاری از اتفاقش من نمی‌دونم یه کاری دیگه بابا بیا. بهتر شدم؟ آره شقا بهتر شده. خب دیگه بریم تو میدونم باید چی بگم. دیشب یک کاری کردم نباید میکردم دیگه داداش. محمودم انقدر من استرس داد. الان آماده ای؟ آماده. مثلا خونسرد باش. خونسرد خونسرد خونه رو بدم. کلید خونه تو دست من چی کار میکنه آخه؟ حالا من استرس خیلی خوب خیلی خوب دست خودمه. خیلی خوب دست خودمه. بدون کیفی. نمیخواد. تینا ما شومی
توی تاشن آرامی منی کوت بازارم. دایی جان سلام. بابا سلام. خوبی میگیری؟ نه آب عوض میگیری. شما چقدر آشناست؟ شما تایلند نبودی؟ دوست منه، دوست منه. نه بابا تایلند کجا بود؟ دنگ تو که همه نیکاری باری بازی بام با نکسه؟ من هم دانشگاهیش بودم. تایلند نبوده. بودی یا تتان یکایی که منی هستی بود. تایلند نبوده دایی جان. تایلند نبوده. این وقت روز اینجا چیکار می‌کنم؟ کارمون نداری این ساعت. اگه منظورت خسته نباشید بله خسته نیستم. شما خسته نباشید. خسته نباشید میگم این وقت تو تایلند بودی ولی. چه دایی باحالی داری؟ من کجاش باحال با استرس سلام مادر چی شده؟ چی شده؟ این موقع روز بچه اومده خونه؟ چطوری شده؟ مادر سلام کرده خیلی ببخشید مادر خوب هستی؟ مادرت خوبه؟ بابا خوبه؟ آکی خوب هستی؟ نگفتی چی شده؟ چی شده مادر؟ بابا طوری شده؟ نه بابا اصلا طوری نشده محمود منصور پس کجا؟ مادر شما نمیذاری کلام من منعقد بشه بگوده مادر دیگه من قلب ندارم بگوده رفت دیدی مثل استخدام بابایی استخدام نکردن؟ نه فدا استخدام حالم شد رفت حکمیتش این میده این نداره اشکال نداره چی شده تو اینو به من بگو مادر طوری میخواستی بشه آب چی هیچ بی عرضه بازی در بردن انداختنش بیرون کاری نشون چیز نشون به دایش نرفتی که اگه به دایش میرفت عرضه داشت میرفت تایلند خیلی این داستان این هم در ضمن تایلند بوده این دوستش تایلند بوده نه بابا تایلند مادر جان سرپا وایساد اصلا شما نگران نیستین شرمنده حواس نمیذارن واسه بشین بشین میرم اینجا بشینم مادر اینجا که نگه پذیرو بفرمایید بله کف شد کنم صورتت استرس نداشته باشی ماشه استرس چیز نباشی جونه سلام آره بله جونه سلامتی تایلند بودم نبودم من